آقا تئوری پیدا کردم برای گیر افتادن منصور توسط موهب. عجب تئوریه. هنوزم پتروسم و اینم انگشتم. سلام، خیلی مخلصیم رفقا. توی این ویدیو قراره که با توجه به یه تئوری خیلی جدی و مهم و همینطور کلی رفع ابهام، قسمت آخر سریال پوستشی رو پیش بینی کنیم. چشم بسته ویدیو رو لایک کن که انرژی میده شدید، و اگه جزء پتروسیان نیستی حتما دکمه سابو بزن و یه کامنت انگلیسی هم بذار که ثابت نپره، مثلا پوست شیر، استیکر شیر. بریم و بیان ویدیو رو شروع کنیم. ویدیو رو میخوام شروع کنم با همون تئوری مهم و جدی که بهتون گفتم. خب بعد از قسمت قبلی، یعنی قسمت هفتم فصل سوم، من خیلی صبر کردم، یعنی این تئوری میخواستم اون موقع بگم، اما صبر کردم ببینم آیا کسی میتونه حدس بزنه یا نه، که دیدم نه، تئوری مهمی که تو قسمت قبلی محب برامون کاشت اما ما جدیش نگرفتیم. کاراکتر منصور عاشق عکس و عکاسیه، یادتونه؟ آره، عکاسی دوست دارم. منصور چیکار میکنه؟ عکس ساحل رو برمیداره، تو دستش میگیره، به محب میگه که محب اینقدر عصبانی نشو، مدرک جلوی چشمته. اینو داشته باشین. وسط این تئوری باید یه چیزی بهتون بگم، شیرین و کاملا سفید بدونینش. با توجه به دیالوگ مهمش تو معرفی کاراکترش، در واقع که همون ابتدای پخش سریال اومده بود بیرون، بهتون گفتم که آقا این دیالوگو نه به نعیم میگه نه به منصور، بلکه وقتی متوجه میشه که منصور میخواد آزاد بشه میترسه، کاراکتر کاملا میترسه، میره این دیالوگو یا به سمیه میگه یا به ننه وجیهه، که در واقع رضایتشون رو پس ندن. با توجه به این فکت اون رو سفید بدونش. حالا اسم شیرین رو به کار بردم که بهتون بگم شیرین چرا از منصور میترسید؟ یادتون اومد؟ به خاطر عکس و فیلمایی بود که منصور از شیرین داشت، اون رو تهدید کرده بود به این که اگر کاری خلاف چیزی که من بهت میگم و انجام بدی اونا رو پخش میکنم. تو که از عشقت گرفتی بعد تهدیدش کردی پخش میکنی، الان کجاست؟ دوباره برمیگردیم به سکانس بازجویی، جایی که منصور به محب میگه نکنه طرف فیلم تجاوز و وایرالش کنه، که محبم خوشگل جوابش رو میده. اینجا شاشبندش میکنیم هر چورده بالا پس بده. حالا با توجه به همینایی که بهتون گفتم، احتمال درست بودن این تئوری تقریبا 90%. چرا؟ چرا؟ چون ما از ساحل یک فیلم تجاوز دیدیم، میتونه یه سری عکس هم وجود داشته باشه. اکرار میکنم منصور عاشق عکس و عکاسیه. اگر فیلمو گرفته قطعا عکس هم باید گرفته باشه. میدونم قطعا الان با شنیدن این تئوری کلی سوال تو ذهنت درست شده، یکی یکی بهش جواب میدم. قطعا بزرگترین سوالت الان اینه که پس عکس ها کجاست. خب دو تا فرضیه برای این دارم. یک، توی لوکیشنیه که ما هنوز اونو ندیدیم، یعنی پلیس هم پیداش نکرده. دو، تو لوکیشنیه که ما دیدیم، پلیس هم اونو دیده اما دقت بهش نکرده. پس مثلا میتونه کجا باشه؟ میتونه خونه بهروز، همون اتاقی که منصور ازش اجاره کرده باشه. خب من برای فرضیه دوم در واقع هم یک باگ دارم هم یک ضد باگ دارم. باگش کجاست؟ رسول وقتی میره در واقع سمت خونه بهروز، چرا اتاق منصور رو تفتیش نمی کنه؟ خب شاید به خودش فکر کرده که منصور اینجا رو خودش لو داده، قطعا نمیتونه چیزی بذاره اینجا، درسته؟ اما دقیقا همین جمله میشه ضد باگش، یعنی منصور به خودش فکر کرده که بابا اینا الان وقتی من خودم دارم بهشون میگم برید اینجا رو ببینید، میدونن که من اینجا چیزی مخفی نمی کنم دیگه. خب این که از این، اگر هم برن و چیزی رو پیدا کنن، من بهشون میگم ببین من بازم بازی رو بردم. چرا؟ چون مدرک رو خودم بهتون دادم. ببین فراموش نکنید کاراکتر منصور یک جنونی داره که فقط دنبال انتقام گرفتن از نعیمیه که داداشش رو از خودش گرفته، میدونی؟ همین، اصلا از مرگ ابایی نداره، یعنی هر چه زودترم بمیره براش مهم نیست. بازم تو این ویدیو مثل ویدیوهای قبلی مسابقه داریم. سوالم هم اینه که به نظرتون فکت عکاسی منصور رو گیر میندازه یا نمیندازه؟ بزرگترین ابهامی که تو ذهن همه مخاطبا هست اینه که فرشاد عرق فروش چی شد. خب یه سریا خیلی عجیب و غریبه، میگن که نکنه رفته اعتراف کرده اومده بیرون. یه چیزی بگم بچه ها، اول خیلی حسی بگم و بعد فکتم راجبش میگم. نویسنده های این سریال رو به عنوان آدم های باهوش قبول دارید یا نه؟ من قبول دارم، آدم های باهوشی هست. به نظرم از یک روش ما رو دوبار گول نمیزنن، یعنی مثل عملیات فریب پلیس
این اتفاق این مدل نیست که قسمت بعدی هم اولش ببینیم که آره این اومده رضایت داده و بعد رفته. این حسی بذاریمش کنار، اصلا مهم هم نیست. فکتم، مگر رضایت نداده از قول شماها؟ پس چرا سوار تاکسی میشه میره ترمینال؟ برو خونه دیگه، چرا باید بری ترمینال؟ بعد خیلی جالبه، یه سریاتون میگه نه رضایت داده اما بازم داره فرار میکنه، میترسه. عجیبه. جالبتر از اینه که یه سریاتون میگین که نه رضایت نداده و چرا داره میره ترمینال؟ متوجه شدین؟ خب چرا نره ترمینال؟ بچه ها مظنون به قتل که نیست فرشاد. فرشاد پلیس ها دنبالشن که بیاد یک رضایت بده. تازه دنبالشن منظورم نیست که همه جا حرف زدن مثلا خبرش پیچیده که آقا بگردید یک فرشاد علاق فروش رو پیداش کنید باید بیاد رضایت بده. نه، رسول رفت، آیا هست یا نیست؟ حتی دیدی که داشت دست به دامن سجاد میشد که تو رو قرآن برش گردن یه جوری. طرف راحت رفته ترمینال، بلیتشو گرفته، حالا هم از مرز خارج میشه و میره ترکیه به این راحتی. احتمالاً الان خیلیاتون سوال دارین که پتروس الان فرشادو بی خیال بشیم؟ جواب بله، بی خیال بشین. میدونین چرا؟ چون به نظرم نویسنده های این کار نمیان ما رو منتظر بذارن تا در واقع سریال مهیجشون با یک اعتراف ساده عرق فروش تموم بشه. خیلی ساده لوحانه است. با ابهام بعدی که به خدا داره سرم سوت میکشه، بی خیال ساحل بشید، لطفاً بی خیال بشید. برم دوباره سراغ سیبیل؟ بچه بهتون گفتم، عقبترم گفتم، از یک راه نمیان دوبار به ما در واقع رو دست بزنن، یعنی خودشون رو مسخره کردن. تیری که شلیک میشه به ساحل شیشه رو میشکنه، خون میزنه بیرون. مگه میشه همه اینا فیک باشه؟ اصلا نمیشه. یعنی حتی نمیخوام تهدید کنم که به محمود یا مچتون رو میگیریم، اصلا نمیشه، نمیتونن همچین کاری بکنن. بی خیال، مرد دختر مردم، مرد، تموم شد. رفقا همین جای ویدیو قراره که تبلیغ کنم، تبلیغ خودم. پیج اینستاگرام منو حتما دنبال کنید به آیدی پتروس خان که قراره اونجا هم کلی محتوای خاص و سینمایی و انحصاری برای اون پلتفرم آپلود کنم. آقا ابهام بعدی این چشمک لعنتی منصوره که میپرسید به کی چشمک زد. قبول دارید سوال بدیه، سوال زشتیه. یعنی حداقل از مخاطبای من و مخاطبای باهوش من این جمله به نظرم جمله عجیبیه. یعنی من دوستش ندارم، دوست ندارم شماها این سوال بپرسید. تو کانالای دیگه بزنین بپرسن، تو پیجای دیگه بزنین بپرسن، شماها نپرسید. بچه ها نفوذی نیست. من چقدر اصرار کنم و تلاش کنم که بهتون بگم نفوذی نیست، بی خیال نفوذی بشید. خب برگشته به کی چشمک زده؟ به پلیسایی که تو بکگراند داریم میبینیم، رسول و یا رحمدی. چرا چشمک زده؟ به خاطری که به طرف میخواسته بگه که، در واقع به کلیت پلیس میخواسته بگه که دیدی من اومدم اینجا بازم مدرک ازم پیدا نکردی؟ بای خدافظ. یه همچین چیزی. بچه هنوزم خیلی هستن که در واقع میگن منصور همون درختیه، یکیش خودم. اما امروز و توی این ویدیو که فکر کنم کاملا متوجه شدین، چون به شدت دارم آروم حرف میزنم به خاطر اینکه همه خوابن و خیلی دیر وقته و من چون دارم یه سفر کاری میرم موظف بودم که زودتر ویدیو رو ضبط کنم براتون که حتما به یک شنبه شب برسه. خب حالا قضیه از این قراره که من احساس میکنم گول خوردیم. چرا؟ یه عکسی از مشتبه پیرزاده کاراکتر منصور هست که من اینو ندیده بودم، سایه های درخت روی صورت در واقع منصوره. این خود کلکیه که در واقع عوامل زدن و خیلی باورش کردم و من الان که دیدمش فهمیدم که وای گول خوردم منم. چون دقت کنید از زمانی که سریال پخش شد، نه اما از زمانی که سریال اوج گرفت، تمام عوامل سعی کردن فکت اشتباه بدن به ما. از دستکاری کردن ویکی‌پدیا بگیر تا فلشبک های دروغ و در آخر هم همین عکسه که دیگه منو مطمئن کرد که آقا وجود نداره. یعنی درختی و منصور یک نفر نیستن، درختی اصلا اعدام شده. میدونی چرا این حرفو میزنم؟ اگه بخوام یه فکت دیگه اضافه کنم، چون وقتی عوامل نمیتونستن برن سراغ نفوذی توی پلیس، یعنی اجازه نشون دادنشون نداشتن، پس قطعاً روی موضوع آدم بیگناه رو اعدام کردن مانور ندادن. اما یه جمله بگم، مرسی که انقدر قشنگ ما رو گولمون زدید. یعنی من تا همین
چند ساعت پیش که این عکسو ندیده بودم واقعا همچنان فکر میکردم که منصور همون درختیه. فکر کنم چند روز پیشم تو ویدیو آخرم گفته بودم که منصور درختیه، ولی الان احساس میکنم که گول خوردم، بدم گول خوردم، فقط بذارید برم. من عام بعدی اون جنازه‌ای که در واقع تو سریال به جای ساحل دیدیم، خب من فکر نمی‌کنم دیگه بهش جواب بدن. یعنی اگه یادتون باشه تو سکانسی که منصور رو دستگیرش کردن، قسمت بعدی یار احمدی تو اون دفتر که خودش و محب و رسول نشستن میگه که منصور به شدت آدم در واقع خلافکاری بوده ترکیه و قاچاق دختر می‌کرده. خب به نظرم بهش کار سختی نبوده که یه دختر رو بدوزه یا از که در واقع سوژه‌های قبلیش بسوزونه و جای ساحل جا بزنه. به نظرم این ساده ترین جوابه و میتونه درست ترین هم باشه. یعنی از من اینو قبول کنین که فکر نمی کنم تو قسمت آخر به این جواب بدن. یعنی همین جوابی که تو یک جمله گفتن و یکی از ضعف‌های بد سریال بود که تو فصل سوم به شدت دیدیم، دیالوگ تماما جای تصویر کار کرد، چیزی که تو فصل یک و دو نبود و داشتیم با سریال پوستشیر کیف میکردیم. ما بزرگترین ابهام سریال بهزاد، این لعنتی هیچ دیتایی هنوز ازش نداریم و به خدا اصلا ناراحت میشم اگه بفهمم این سفیده، این تماما باید سیاه باشه. حالا آخرش هم میاد سفید به ما نشون میده. یعنی من مطمئنم این لعنتی اینجا دیگه گولش خوردیم. یعنی تا الان دارم میگم اینجا رو گول خوردیم، الان فهمیدیم اینجا رو گول نمیخوریم، اما راجع به بهزاد هممون گول خوردیم. اصلا این آدمی فکر کنم هیچ کاره است، نمیشه دیگه، هیچ کاره است. یعنی اگه کاری باشه 20 قسمت نبینیمش بعد یه دفعه قسمت آخر بیاد. خب حالا رسیدیم به اینجای ویدیو که میخوام راجع به پایان سریال حرف بزنیم. من فکر میکنم از یک ماه پیش، در واقع این دفعه چهارم پنجم باشه که دارم میگم که ما در پایان سریال با توجه به فکتایی که قبلا بهتون گفتم و نمیخوام براتون تکراری باشه، مرگ منصور و محبو میبینیم. خب راجع به نعیم یه فرضیه جدید دارم که به نظرم میتونه فرضیه جزایی باشه. شما دقت کنید، نعیم میره زندان، یعنی رفته زندان به خاطر قتل نریمان. حالا رضا که گفت یه ماشین سنگین هم داره که در واقعی که داره روش کار میکنه و بالاخره بخور و نمیری در میاد، شاید بره ماشینه رو بفروشه، یعنی اقدام کنه برای این کار، برای اینکه بره رضایت بگیره و شاید خانواده نریمان خانواده‌ای باشن که با پول رضایت بدن. طبق قانون من خوندم که در واقع اگر ولی دم و همه کسایی که زینف باشن رضایت بدن برای نعیم، این اتفاق این مدلیه که مجازاتش میشه 3 تا 10 سال. حالا متنش هم روی تصویر آوردم که شماها ببینید. در نهایت رسیدیم به اینجا که میخوایم بریم سراغ آخرین ابهام این سریال، همدستای منصور یا همدست منصور کی میتونه باشه. تنها گزینه‌ای که داریم به نظرم بهروزه، همین، تمام. اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما کانال رو ساب کنید و بیایم با هم دیگه تکرار کنیم. حتی اگه سرمون بره خورده به تنمون پیروزی گره. تمام. این همه آروم حرف زدم آخر صدای زنگ رو در آوردم.